واسطه اون باورهایی که در ذهن ما هست نمیتواند. بنابراین ضرورت بازشناسی باور بسیار مهمه. همانطور که عرض کردم، اندیشمندان مختلف در حوزه علل عقب‌ماندگی عرض درود و سلام و احترام به پیشگاه محضر و خدمت یکایی که شما بینندگان گرامی، ما برنامه دیگر تحت عنوان بازشناسی باورها در روز پنجشنبه نهم فروردین ماه برابر با 17 ماه رمضان در خدمت شما هستیم و به مباحث پیرامون تحلیل زندگانی علی بن ابی طالب خواهیم پرداخت، با توجه به اینکه خب برنامه‌های متعددی در دستور کار ما قرار گرفته بود و نزدیک شدن به دو روز 19 و 21 ماه رمضان که مصادف است با کشته شدن امام اول شیعیان خلیفه چهارم جهان اسلام، در نظر گرفتیم که برنامه‌های مربوط به زندگانی علی رو کمی سرعت بدیم تا با تناسب وقایع بتونیم این برنامه‌ها رو هم ختم کنیم. خب در نوبت پیشین که برنامه نهم بود و این برنامه دهم هست، به بحث یکی ارزش هایی که به علی نسبت داده می شد، یعنی بحث عدالت پرداختیم و اینکه ببینیم وقتی در دستگاه فکری شیعیان یک ویژگی خاصی به علی نسبت داده می شه و اون عدل و عدالت هست، تا چند اندازه این گزار صادقه، چند اندازه باور ما نسبت به اینکه علی ابن ابی طالب انسان عادلی بوده است در زندگی سیاسی اون نمود و بروز و ظهور داره. خب اشاره کردیم در برنامه پیشین که بسیاری از مفاهیم و مؤلفه های بسیار مهم رو باید در درون یک ایدئولوژی فهم کرد. یعنی وقتی بحث از عدل میشه، آزادی میشه، برابری میشه و بسیاری از معانی و مصادیق بدون توجه به بسترش، بدون توجه به ایدئولوژیش میتونه رهزن باشه و ما رو فریب بده. بنابراین نشان دادیم که عدل علی آن عدالتی نیست که فیلسوفان یونانی مثلا مد نظر داشتن، یا نگاهی نیست که رواقیون و کلبیون قبل از علی نظر داشتن. بسیار متفاوت از آن چیزی است که ما امروزه میفهمیم و به دنبالش هستیم. بنابراین عدل علی رو باید در درون مفاهیم قرآنی و سنن پیامبر اسلام فهم کرد. در اینجا یک نکته هم وجود داره که البته بحث مفصلی است و ما این رو قرار میدیم برای یک برنامه دیگری، با آن این که خیلی از احکامی که ما صادر میکنیم در مورد انسان، در مورد پدیده ها، از مقدمات و نتایجش گرفته، با دو دیدگاه خاص بیرون میاد. یک دیدگاه، یک دیدگاه ذاتی است یا به نوعی اسانسیالیستی است و یک دیدگاه، دیدگاه تاریخی است یا هیستوریسیتی است. یعنی چه؟ شما فرض کنید همین بحث ناقص العقل بودن زنان که در نهج البلاغه هم آمده از قول علی و البته خب پیش از او هم در میان فیلسوفان یونانی همین مسئله وجود داشته، از کجا برمی‌آید؟ یعنی اگر ما فهم کنیم ریشه این ادعا در کجاست، خب احکامی هم که بر اون بار میشه برای ما قابل فهم. ادعی معتقدن ساختار بدن یک انسانی مثل زن دارای قدرت تشخیص و تمیز نیست، بنابراین مثل یک مرد نمیتونه استنتاج بکنه، از منطق بهره ببره، استدلال بکنه نسبت به آگاهی هایی که دریافت میکنه، نسبت به تجربیات خودش، نسبت به حواسی که سبب شناخت بیرون انسان میشه و بنابراین قوه حکم و داوری او بر خطاست. دلیلش اینه که عقل او ناقصه، یا به نوعی بهتر بگم فرایند تفکر و تعقل او معیوبه و این ذات اوست. یعنی شما فرقی نمیکنه این زن 10,000 سال قبل بوده یا 10,000 سال بعد خواهد بود، چون یک دستگاه معیوبی در درون زن وجود داره و سبب میشه اون نتونه درست بیاندیش. این نگاه ذات گرایانه است.
در نتیجه نتیجه ذاتگرایی این است که حکم کلی و همیشه صادق میتوان داد. یعنی وقتی شما تشخیص دادید که مکانیزم تعقل زن به دلیل اون جسم او، جنس او ناقصه، در نتیجه این زن همیشه نمیتواند درست تصمیم بگیره. پس چه زن گذشته، چه زن آینده ناقص العقله. این نگاه اسلامی هم هست، نگاه ذاتگرایان هم هست. مثلا بسیار از فیلسوفان یونانی به همین مسئله باور داشتن که زنان تغییر نمی کنن، همینا اینجوری اصلا آفریده شدن، مثل دستگاهی که معیوبه. این دستگاه 10 سال قبل معیوب بود، 50 سال قبل و بعد هم همین. اما یک نگاه دیگری وجود داره که نگاه تاریخی است. یعنی اونها نمیگن زن جنسن و ذاتن معیوبه، میگن در درون تاریخ مناسبات اجتماعی برقرار شده که زنان رو دارای یک نوع تعلیم و تربیت ضعیف کرده و در نتیجه این زنان قادر به تشخیص و تمیز نیستن. نتیجهش چه میشه؟ نتیجهش این میشه که با تغییر مناسبات اجتماعی شما میتونید زنان مناسب پیدا کنید. این تفاوت این دوتا رو عرض کنم به کجا میرسه. خطر اسلام خطر ذاتگرایی است و همین دلیل احکامش غیر قابل تغییره، چون فکر میکنه انسان همون انسانه. یعنی فکر میکنه سلیمانی امیری همون عبود و جان است، همون محمد ابن مسلم است، آقای شهرتی عزیز همون عبدالله ابن زبیره، هیچ فرقی نمیکنه. در نتیجه همان مناسباتی که میان محمد ابن مسلمه و همسرش هست، سلیمانی و همسرش هم باید همونجوری باشن. همونطور که با دیگران مراوده میکنیم در گذشته، در آینده هم باید باشه. به همین دلیله که احکام اسلام لایتغیر و لایتبدله، چون نگاهش نگاه ذاتگرایانه است. میگه مشرک همینه، عقلش نمیرسه. کل انعام بل هم ازل، اینا از چارپایان هم ابلت و احمقترن. زنان ناقص العقلن، همیشه با تحت قیمومیت باشن. و خطر تفکر اسلامی در اینجاست. حالا اینا بحث مفصلی است، من در آینده یکی که اینا رو باز خواهم کرد. همین دلیلی که ما در درون این ایدئولوژی این همه درد و رنج تحمل میکنیم، چون اول آمده یک حکمی نسبت به انسان داده و بعد تالی اون شده آن چیزی که ما داریم میبینیم. مثلا شما فرض کنید انسان ناقص العقل از نظر دین، هیچ وقت هم توانایی تشخیص مسائل رو نداره، از قوانین، احکام، اخلاق، هیچ کدوم اینا رو نمیتونه. وقتی اصل مبنای شما این باشد که انسان یک عقلی داره که باش نمیتونه فهم کنه، پس شما به عنوان خدا باید براش رسول بفرستی که او رو راهنمایی بکنه. خب وقتی او برای شما حکمی رو صادر کرده، دیگه شما نمیتونی او رو بسنجی، چون مبنای اینه که شما ناقص العقلی دیگه. یعنی اگه جایی گفتی که آقا این حکم عادلانه نیست، مبناش بر اینه که تو نمیفهمی، وگرنه اون عادلانه است. فرمودید کار به کجا میکشه؟ بنابراین اندیشه هایی که اساسشون بر ذاتگرایی است بسیار خطرناکه. حالا این ذاتگرایی ممکنه در دین باشه یا در ایدئولوژی های مختلف باشه. مثلا یکی از این ایدئولوژی ها ناسیونالیسم افراطی است که میگه ما ذاتن آریایی هستیم، نژاد پاک هستیم، و در نتیجه خودشو بالاتر میبینه و در صدر حزب یهودیان و گروه های دیگر اجتماعی است و میشه آلمان نازی، چون او به یه ذات باور داره. اما مسئله اصلی این است که اندیشمندان دیگری معتقدن نه، این ذات وجود نداره، بلکه به مرور زمان در طول صدها سال، هزاران سال، زن تبدیل شده به یک موجودی ضعیف، مثل ورزشکاری که کار میکنه، عضلات او برمیاد، توانایی داره،
و انسانی که خموده است یه جا نشسته، خب عضلات او توانایی بلند کردن اجسام رو نداره، توانایی دویدن رو نداره. خب چه باید بکنیم؟ آیا اینا به ذاتشون ربط داشته؟ نه خیر، به تعلیم و تربیتشون ربط داشته، به سبک زندگیشون ربط داشته، به مناسبات اجتماعیشون ربط داشته. کسانی که این نگاه رو دارن معتقدن که این مناسباتی که سبب شده یک انسانی یا یک جامعه پیشرفت بکنه و جامعه دیگه پس رفت بکنه، حاصل طرح‌هاست، برنامه‌هاست، تعلیم و تربیت، و برای همین باید دگرگونش کرد. یعنی دیدید خیلی ها میگن بابا ایرانی ها همه عقب افتادن، جهان سومی ها آدم نمیشوند، فقط ما چشم آبی ها خوب هستیم، ما انسان هایی که موی سرمون بلوند هست خوب هستیم، این شرقی ها که با اون رنگ پوست و با اینا آدم نیستن. دیدید این تفکر بوده در گذشته. اما مسئله بر سر بعضی هم خودمونم باور کردیم، ما یعنی میگه بابا ما ایرانی ها هیچی نمیشیم، این سیاهان هیچی نمیشن، به درد بردهداری میخورن. اما مسئله بر سر اینه که وقتی نظام عوض بشه، نظام تعلیم و تربیت عوض بشه، ساختارهای اقتصادی و اجتماعی تغییر پیدا کنه، شما میبینید یک ایرانی چه بسا تفاوتی نداره با یک امریکایی. شما الان در میان همین امریکاییان نگاه بکنید، بسیاری از مدیران ارشد کارخونه ها و شرکت های بزرگ چه بسا ایرانی هن. پزشکان حاذقی که در اروپا و جای دیگه ایرانی هن. دلیلش چی بوده؟ خب اگه ذات ایرانی عقب افتاده هست، پس چرا اونها توانستن رو به سمت کمال برن؟ پس ربطی به ذات نداره، به محیطی بستگی داره که از ما این رو ساخته. تمام کوشش افرادی مثل من و بزرگان دیگر بر سر همین مسئله است که ایرانی حقیر نیست، زن حقیر نیست، جنس دوم نیست، بلکه شرایط فرهنگی سبب شده که ما این باشیم و باید این فضا رو تغییر بدیم. شما فکر نکنید در اروپا همین اروپاییانی که شما میبینید، همین امریکاییانی که میبینید، روز اول خیلی آدم های خوبی بودن. نه خیر، یعنی این الان اروپایی هایی که میبینید به ما فخر میفروشن در مورد مسائل مختلف، یادشون رفته. من فکر کنم در همین برنامه بود، در جلسات گذشته یا در رسانه دیگری بود، نمیدونم، عرض کردم بزرگترین فیلسوفان جهان غرب وقتی اجتماع رو نگاه میکردن میدونن این مناسبات خوبی نیست، باید اینو تغییر داد. به همین دلیل کتاب ها نوشتن در مورد تعلیم و تربیت، از افلاطون بگیرید، از ارسطو بگیرید، تا برگردید به فیلسوفان مدرن، از لاک، روسو چه شاخصی است در بحث تعلیم و تربیت. روسو در کتاب هلویز جدید نشان میده، دوتا شخصیتی رو میاره و نشان میده که چگونه یک مناسبات اجتماعی میتونه از زن یک موجود ریاکار بسازه، درو بسازه. میاد سعی میکنه کتاب امیل رو بنویسه، یک شخصیتی خیالی که روسو سعی میکنه اون رو تربیت بکنه، میخواد بگه تربیتی که سبب میشه یک انسان خوب چگونه انسانی باشه، میخواد در اون کتاب بیاره. همین اروپای امروز و امریکای امروز حاصل همون تفکراته، یعنی کتاب ها و رساله های کوچکی که سعی کردن انسان رو محصول تاریخ ببینن و اگر این تاریخ تغییر بکنه انسان تغییر خواهد کرد، اگر این مناسبات تغییر بکنه انسان تغییر میکنه، اگر ارزش ها و مطالبات تغییر بکنه انسان تغییر میکنه. انسان ذاتی نیست. اگر من سلیمانی به دلیل اینکه یک انسان هستم در خاورمیانه، نژاد پستی دارم که اصلا تعقل براش معنا نداره، خب نمیتونم تمدن بسازم، در نتیجه همیشه باید برای ارباب کار بکنم. اما وقتی یاد بگیرم که نه، عقب ماندگی من حاصل سالها استبداده، حاصل سالها جامعه پذیری توسط ارزش‌های دینی است. جان استوارت میل در کتاب انقیاد زنان همین مسئله رو اشاره میکنه، میگه شماهایی که دارید میگید این زنان موجودات ناقص عقلی هستند، نیاز به قیمومیت دارند، نیاز به سرپرستی دارند، اداره امور جامعه رو نمیتونن انجام بدن،
آیا این حاصل تجربه است؟ آیا شما اجازه دادید که این خانم همراه با افراد مرد بیاد در جامعه کار بکنه، تحصیل بکنه، تجربه یاد بگیره، چه بسا او بتونه بهتر جامعه رو اداره بکنه؟ یعنی او داره مبانی اندیشه ذاتگرایانه رو زیر سوال میبره که زنان ذاتن ناقص العقل نیستن که نتونن استنتاج کنن، به این دلیل ناقص العقلن، یا از نظر اونا البته عرض میکنم، که شما اجازه ندادید مثل پسرانتون تربیت درس بخونه، کار بکنه، تجربه داشته باشه. شما اجازه ندادید، اجازه ندادید بیان در امور جامعه شرکت بکنن، رئیس کارخونه بشن، اجازه ندید. وگرنه اون زنی که همین تجربیات مردها رو داره چه بسا بهتر بتونه جامعه رو اداره بکنه. و ما دیدیم از دل تفکر ذات گرایانه پیامبر اسلام و علی ابن ابی طالب که زنان ناقص العقلن، این حکم صادر میشه که پیامبر اسلام میگه جامعه‌ای که در اون زنان حاکم باشن زیر زمین برای مردان بهتر از روی زمینه. یعنی بگی بمیرید به نفع شماست. به صراحت میگه، میگه جامعه‌ای که در اون زنان سرپرستی جامعه رو به عهده بگیرن مردان سررستگار نمیشن. خب از دل این تفکر شما زنی رو پیدا نمیکنید که بیا تو جامعه شرکت بکنه. ما در اروپاست که این اندیشه های روشنگری سبب میشه که زنان رو وارد فضای باز بکنن، بیان تعلیم و تربیت، آموزش ببینن، تجربه کسب کنن و بعد میشن آنگلا مرکل. شما میتوانید بزرگترین اقتصاد اروپا رو نزدیک به 2 دهه به این بانو بسپرید. در انگلستان خانم تاچر، در کشورهای دیگه زن ناقص العقله؟ بله، از نظر رسول الله ناقص العقله. چرا؟ چون نگاهش ذاتگرایانه است. اما فیلسوفان مدرن فهمیدن، گفتن نه، چیزی نیست. پدری که کودک خودش رو محروم میکنه از کسب تجربه، از تعلیم و تربیت، بعد وقتی این بچه میشه 20 سال یه ده نگاه میکنن نه چرا این اینقدر ساده است، فهم درستی از مسائل نداره، از اجتماع، از انسانها. بعد پدر میگه که بابا این ناقص العقله، این سفیهه، در حالی که خودت این کارو کردی باش. سفاهت او نتیجه همان تربیت توست که گفتی پسرم تو خونه بشین درو ببند، وگرنه گوه هم مثل پسران دیگر آموزش میدید، تجربه کسب میکرد، امروز چه بسا میتونست خونه رو به راحتی اداره بکنه، زندگیش رو اداره بکنه. بنابراین خواستم این رو عرض کنم. این به بحث بسیار مهم نیست، چون میخوام نشان بدم چگونه برخی از اندیشه ها و احکام بدون اینکه ما بفهمیم حکم کلی برای ما صادر کرده و ما هم در این دام افتادیم. دین یکی از اونهاست، این کار با ما کرده. مسلمانان میفهمند، کفار نمیفهمند، مردان میفهمند، زنان نمیفهمند، خدا میفهمد، شما نمیفهمید. الله او یا الله اعلم انتم لا تعلم، خدا میداند شما نمیدونید، رسول میداند شما نمیدونید. این همه نگاه ذاتگرایان است، خطرات بسیار بزرگی برای یک جامعه داره. خب بدون فوت وقت بریم بر سر موضوع امروزمون. خب بحث عدل رو مطرح کردیم که محل نزاع بود. مخالفان علی ابن ابی طالب صحبت از این میکردن که علی عدالت رو زیر پا گذاشته. جالب اینه که شیعیان مدعی هستن علی نماد و سمبل عدالت. کدوم درست میگن؟ شیعیان معتقدن که علی همون گونه رفتار میکرد که پیامبر میکرد. بعد از فوت رسول الله به دلیل مناسباتی که در زمان حالا 2 سال ابوبکر، 10 سال عمر و 13 سال عثمان رخ داد، به نوعی جامعه اسلامی منحرف شد، فراموش کرد عدل رسول الله رو. در نتیجه وقتی علی ابن ابی طالب آمد، مناسبات از نظر شیعیان ناصحیح اجتماعی رو برگردونه به وضعیت درستش، دیگران در برابرش موضع گرفتن. آیا واقعا این گونه است؟ در مورد مسائل مالی، خب شیعیان مدعی هستن که علی به همه همان گونه تقسیم میکرد که به پیامبر میداد، یعنی 1 درهم به این میداد، 1 درهم هم به اون صحابه بزرگ. اما آیا پیامبر این کارو میکرد؟ ما میدونیم نه خیر. ما
ما شواهد تاریخی داریم مبنی بر اینکه پیامبر اسلام هر کجا که تصمیم میگرفت تقسیم غنایم رو بنابر میل خودش میکرد، یعنی میل او میشد عدالت. به عنوان مثال زمانی که یهودیان بنی نظیر رو بیرون کرد از مدینه، تمام اموال اونها رو داد به مهاجران، یعنی کسانی که از مکه آمده بودن، و به انصار جز یکی دو نفر مثل عبودجانه و عثمان ابن حنیف و دیگران هیچ دیگه نداد. خب اینا بی چیزن، ندارن، تو خونه های شما ساکنن یا در مسجد میخوابند و اینها، اموال بنی نظیر رو میخوام بدن به اونو. دیگران هم حرفی نزدن، گفتن رسول الله تصمیم گرفته ما موافقیم. اون البته مشورت کرد، ولی منظوری که عدل رعایت نکرد، عدالت بنابر شرایطش ایجاد شد. یا شما در مورد غزوه حنین و حوازن اگه نگاه بکنی، پیامبر اسلام حمله کرد، قبیله حوازن و گروه های دیگر رو گرفت، بعد از فتح مکه است. برخی از مکیان بزرگ اشراف هنوز مسلمان نشدند، اما همراه پیامبر اسلام آمدن برای جنگ، مثل سهیل ابن عمرو، مثل اکرمت ابن ابی جهل، صفان ابن امیه، ابو سفیان ابن حرب، نام آمدن با اون. پیامبر اسلام به هر کدوم از اینا 100 شتر 200 شتر داد. کار به جایی رسید که انصار ناراحت شدن. ربای پیامبر اسلام رو از تنش کشیدن، ردای او رو کشیدن از تنش. گفتن یا رسول الله در این تقسیم خدا لحاظ نشده ها، ما برات جنگیدیم، حالا که مکه رو فتح کردیم اینها از زور ما تسلیم شدن، آمدیم به اولین جنگ، شما تمام غنم رو تقسیم کردی بین نزدیکان خودت، بین همقبیلهی های خودت. ایشان اشاره کرد که من برای تلطیف قلوبشون این کار کردم که اسلام برای اونها خوشمزه بیاد، که ببینید بفرمایید این نعماتی است که از جنگ های اسلامی ما میتونیم ببریم. این آقای صفان ابن امیه اگر میرفتی در شام تجارت میکردی، اینقدر سود نداشت که ما حمله میکنیم قبایل رو میگیریم، 100 شتر 200 شتر میتونی بگیری تو خونت هم باشی، فقط در زمان جنگ با ما میای. در تاریخ اسلام آمده، دست آخر پیامبر اسلام به اونا گفت بابا اینا گاو و گوسفندا و شتر رو میبرن خونشون، شما منو میبری، کدومی که بهتره، من بهترم یا اونا؟ خب اونا گفتن بله یا رسول الله شما خیلی بهترید. ما ریشش نشان میده که عدالتی وجود نداره. ایشان تصمیم گرفت اینجوری تقسیم کنه. یا در فتح خیبر، در فتح خیبر هم داستان همین بود. پیامبر اسلام برای عشیره خودش چندین شتر بار خرما در نظر گرفت، به شکل سرقفلی حق کسب، 20 بار شتر برای علی، 20 برای عباس، 20 برای فاطمه، تازه به یکی هم فدک هم تازه فاطمه مدعی بود داده به من، که از نزاهای فاطمه با ابوبکر پسر فدک بود، یک منطقه ای بود، حالا میگن یه باقی، نه باغ نبود، یه منطقه بسیار وسیع که با صلح تسلیم شدن. فاطمه مدعی بود اون یکی پدرم داده به من، خب چه تقسیم غنایمی است؟ مگه فاطمه جز جهادگرانه؟ مگه عایشه جز جهادگران بود؟ مگه حفصه دختر عمر زن پیامبر جز جهادگران بود؟ اما نه، از مال خیبر برای اونا سهمیه در نظر گرفت. در مورد مسائل جزایی هم همین بود. پیامبر اسلام تا جایی که احساس میکرد باید عدالت رو اجرا بکنه انجام میداد. بسیار سختگیرم بود، اغماز هم نمی کرد در بعضی جنبه ها، اما منعطف بود. اما در جای هم عدالت زیر پا گذاشته، نمونش داستان اون اسامت ابن زیده که نوش بود، به همراه جهادگران رفت، یه چوپانی آمد به طریق اسلامی سلام کرد، اینا به خاطر اینکه چوپان رو بکشند و گوسفندانش رو ببرند اسلام او رو نادیده گرفت، اسامت ابن زید که نوه محمد میشد، و زد او رو کشت. اسامه یکی از شخصیت های محبوب محمد بود، مثل حسن و حسین بود براش. وقتی برگشت داستان رو به محمد گفتن،
گفت اسامه تو کسی رو که مسلمان بود کشتی؟ گفت بله یا رسول الله. گفت برای چی؟ گفت من فکر کردم از ترس مسلمان شده. گفت بشیم مسلمانه تو حق نداری رو بکشی. اما جالب میدونی چیه؟ نه دیهش رو داد نه اسامه رو قصاص کرد، چون نوشه. یعنی شما اگر میخواید ببینید چرا جمهوری اسلامی خودی ها رو مجازات نمیکنه، نیاد بگید اینها غیر اسلامیه. نه خیلی، پیامبر اسلام اسامه بن زید رو مجازات نکرد. خالد ابن ولید کسی بود که رفت میان افراد مختلف، اون مالک ابن نویره و دیگران، بنی جزیمه و افراد دیگر رو کشت، چون به کار پیامبر اسلام میآمد از قصاص او دست کشید. این آقا چندین نفر رو کشت، گردن زد. مالک ابن نویره رو کشت، به زنش تجاوز کرد، پیامبر اسلام رو بخشید. خب این بی‌عدالتی‌ها رو شما میبینید در اسلام هم هست. در زمان عمر هم داستان به همین نحو بود. اگه عمر غنایم رو به شکل مساوی تقسیم میکرد، مارس کردیم خیر، یه دیوانی درست کرده بود، سهم اهل بدر بیشتر بود. جالب اینه که علی ابن ابی طالب و دوتا پسرش از این بهره میبردن، هیچ ایرادی هم نداشت. انسانی که عدل همه جنبه های فکری و ذهنی و زندگیش رو شکل بده، آیا حاضره در یک تقسیم غیر عادلانه شریک باشه؟ اما از عمر میگرفت، پسران او هم میگرفتن، با اینکه اهل بد نبودن، اما چون عمر میدید رسول الله اونا رو دوست داره، میگفت خب به حسن و حسین هم به اندازه پدرش بدید. در حالی که در زمان جنگ بدر نه حسن متولد شده بود نه حسین. سوال اینه، مگه شما در همون زمانی که عمر این دیوان رو بر اساس تبعیض از سابقون و از سابقون ترتیب داده بود نمیگرفتید؟ در واقع خود علی هم به این نوع تبعیض ها رسمیت داده بود، اما ناگهان زمانی که خودش قدرت رو گرفت، سعی کرد تمام اون مراودات اجتماعی رو برهم بزن. دلیلش به زعم من که بعدها هم ما میبینیم در نظام های سیاسی هم هست، اینه که شما وقتی پایگاه قدرتمندی ندارید، میبایستی سعی کنید پایگاه جدیدی رو برای خودتون ایجاد کنید. عثمان پایگاه قدرتمندی داشت، قریش در خدمت عثمان بود، قبیله حالا بیت بزرگی هم داشت و در نتیجه نیاز نداشت که به سراغ گروه های ضعیف اجتماعی بره. اما علی پایگاه قبیله‌ای نداشت، عمده قریش با او دشمن بودن، در درون مدینه هم کسی او رو قبول نداشت. دیدید بعد از فوت پیامبر هم جز 4-5 نفر کنارش کسی نمانده بود. خب حالا او چه باید بکنه؟ خب اشراف رو نمیتونه جمع کنه، چون اونها وابستگی های قبیله ای دارن، قدرتمندن و علی باید به اونها امتیاز بده. کما که دیدید عده‌ای گفتن معاویه رو در شام نگه دار، علی گفت نه خیلی نگهش نمیدارم. مغیرت ابن شعبه همین پیشنهاد رو به او کرد، حتی پسرعموش عبدالله ابن عباس هم اینو گفت، یه مدت بذاری معاویه بمونه، هم آدم کارکشته است هم خطایی ازش سر نزده به اون معنا که بخوای او رو عزل بکنی. علی قبول نکرد. در نوبت پیشین هم اشاره کردیم به طلحه و زبیر هم پست و مقام نداد. خب یک چنین سیاست مداری که درک درستی از مناسبات قبایلی نداره چه باید بکنه؟ باید وارد یک فضایی بشه که توده ها رو با خودش همراه. بنابراین بهترین کار اینه که بیاد اون حد فاصله بین اشراف و بزرگان و توده ها رو برداره. مثل همون چیزی که شما در بسیار از نظام ها میبینید، گرفتن مالیات سنگین از سرمایه داران و دادنش به کارگران، گرفتن زمین از اربابان دادن به کشاورزان، اینا همه برای ایجاد پایگاه های جدید حکومتی است. حالا در زمان علی برای ایجاد پایگاه جدید شما نیازمند این هستید که به مردم، یعنی اون افراد عادی، بگید که شما هم با اشرافتون فرقی ندارید، من به همه تون یه اندازه میدم. پس علی حب عدالت نداشت،
مسئلهش برمیگشت به مناسبات سیاسی. ما روحانیون دارن این رو به ما به این شکل میقبولانند، در حالی که تبعیض مالی از نظر علی غیر عدالت نبود، چون خودش از زمان عمر گرفت، در زمان عثمان میگرفت. ما اینا رو که خواندیم، اگه غیر عادلانه بود علی باید میگفت نخیر. همونی رو میگیرم که ضعیفترین آدم در مدینه داره میگیره دیگه، از سابقون و از سابقون معنی نداره. حسن و حسین من به چه مناسبتی باید درآمد بالاتری داشته باشن؟ تازه در بدرم نبودن. اونا هم همون اندازه میگیرن که فرزند سعد بن ابی وقاص میگیره. اما علی میبینید اینو قبول نداره، میگه باشه بدید من، سهمشو میگیره. پس از منظر علی عدالت معنا نداشت، اونجا میگرفت. اما فهم این مسئله در اینه که علی به دنبال اجرای عدالت نیست. ما عرض کردیم خود پیامبر اسلام هم غنایمو به یک میزان تقسیم نمیکرد. پس بر سر اینکه اون میخواد پایگاه جدید ایجاد کنه. آیا باز هم میتونیم یه سابقه نشان بدیم؟ بله، حتما عزیزان ما در ایران هر زمان که محرم میشه جمهوری اسلامی یک سریالی ساخته، مختارنامه، اونو پخش میکنه. مختار ابی عبید ثقفی هم همین بود، یعنی کسی که همین مشی علی رو در دستور کار خودش قرار داد. مختار از قبیله ثقیف، ثقیف در طائف، در درون شهر کوفه جایگاهی نداره، از طرف دیگر جز بزرگان شیعه هم نیست، یعنی نه اینکه آدم رد پایینی باشه، نه، آدم معروفی است اما جز بزرگان شیعه نیست، مثلا مثل سلیمان ابن سرد خزائی، رفاعت ابن شداد و اینا نیست. خب او چطور میتونه آدم ها رو جذب کنه؟ در سیال مختارنامه میبینید میره به سراغ گروه های ضعیف اجتماعی، از جمله ایرانیان که به اونها در اون زمان موالی میگفتن، یعنی کسانی که رده های پایین بودن، یا بردگان بودن، یا افرادی بودن که مالک زمین نبودن، برای افراد کار میکردن. میره سراغ اونها. چرا؟ چون نمیتونه حریف اشراف کوفه بشه، نمیتونه برگرده اونها رو جذب کنه، چون اشراف میگه اصلا تو کی هستی؟ جایگاه چیه که ما بیایم طرف تو؟ ما خودمون برجستگانی. افرادی مثل عمر ابن سعد، خب پدرش رو به عنوان فاتح ایران میدونستن، از قریشه، چون پدرش یعنی سعد ابن ابی وقاص از بنی زهران، از قریشه. خب تو از نظر قبیلگی اصلا در جایگاه اون نیستی، از جهت برجستگی های پدری در جایگاه اون نیستی، چون پدر مختار ابو عبید هم در حمله به ایران آمد اما در نبرد جسر شکست خورد، زیر پای فیل ها افتاد توسط بهمن جازویه. از آن طرف هم قبیله ثقیف اصلا وجود نداره. همون زمان شما نگاه بکنید بزرگانی هستن مثل ابراهیم ابن مالک اشتر، که خب اینها هم در اون محیط کوفه داره برجستگی هن. خب چه باید بکنید؟ حالا باید بیاید با اشراف مبارزه بکنید به نفع توده ها، که بتونید از اونا یارگیری بکنید. در واقع این فنی که مختار به کار میبره قبلا توسط علی به کار برده شد، منتها مشکلش در کجاست بعدا عرض خواهم کرد. مشکل علی در جاییست که حالا ما بعدا به اون خواهیم پرداخت. خب اولین مشکلش این است که خیلی از اشراف ازت ناراضی شدن، احساس کردن علی به حقوق اونها دست درازی کرده. چرا؟ چون از زمان پیامبر اسلام به بعد که غنایم گسترش پیدا کرد، دفتر و دستک و دیوانی ایجاد شد، اونا دیده بودن عمر آمده یک ترتیبی رو تنظیم کرده، همه دارن ازش استفاده میکنن، از جمله علی. خب این میشه یه حق، سنت یعنی همین، یعنی ایجاد یک مسئله توسط خلیفه که دیگران هم به اون تن دادن، قبولش کردن، خود علی هم قبولش کرد. خب من طلحه، من زبیر میدانم که درآمد من طبق دیوان عمر این اندازه است، در نتیجه باید از یک آدم تازه مسلمان بیشتر پول بگیرم، این حق منه. حالا علی میاد بعد از 20 سال، در حالی که خودش هم از این
سیستم سهم برده، حالا میخواد اونو برهم بزنه. خب طبیعیه اونو در برابرش قرار میگیرن و کار علی رو عین بی‌عدالتی بدونن، نه عدالت. در نتیجه شما میبینید که با او دشمن میشن. در کنار این مسئله عدم مجازات قاتلین عثمان هم هست، یعنی هم بعد منفعت مالی و هم از آن طرف بعد مسئله جزایی که گروهی یاغی آمدن به مدینه، حالا علی رو برکشیدن. در اینجا وارد بحث جنگ جمل میشیم. جنگ جمل نخست اینکه مدافعانی داشت، یعنی کسانی بودند که تمایل به جنگ داشتن. اینا چه کسانی بودن؟ بریم ببینیم اسناد تاریخی به ما چه میگه. در جنگ جمل، خب مقدمات و اینهاش رو خلاصه میکنیم، در جای دیگری بهش توضیح دادیم، در کانال یوتیوب ما هست، ما خلاصش رو عرض کنم که وقتی طلحه و زبیر و عایشه حرکت میکنن به طرف بصره، گروهی از یاران علی که دست داشتن در قتل عثمان جزء کسانی هستند که میخوان بیان و در اون فضا در برابر نیروهای بصروی بایستن. مذاکراتی بین اونو شکل میگیره. ظاهرا علی تصمیم داره از جنگ خودداری بکنه و در نتیجه مراودات و سخنان و گروه هایی که به دنبال صلح بودن بینشون حرکت کردن، یعنی اون سفرا، این شایبه ایجاد شد که خب قرار بینشون مصالحه صورت بگیره. در سپاه علی توطئه کنندگانی وجود دارن. چهره شاخص اونها مالک اشتر نخعی است، یعنی همین کسی که شیعیان به سر او قسم میخورن. آتش جنگ جمل رو همین ها روشن کردن. بخونیم. آقای جعفر شهیدی در کتاب علی از زبان علی یه مسئله رو ذکر میکنه، خیلی خلاصه است. ببینیم چه میگه. با بررسی آنچه در تاریخ ها آمده معلوم میشود در سپاه امام دسته‌ای بودند که نمیخواستند کار با سازش پایان یابد و همین دسته بودند که آتش جنگ را افروختند. یعنی دیدیش شیعیان رو میگن آقا علی که اصلا قصد جنگ نداشت، اونا چون میامدن میجنگیدنش رو دفاع میکرده، در حالی که آتش جنگ رو همه یاران علی افروختن. حالا اون طرف هم کسانی بودن که از این وضعیت ناراضی بودن، این رو توطئه رو یاران علی کردن. این در صفحه 102 میاره، خیلی خلاصه است و ما نمیتونیم چیز خاصی از این صحبت‌های شهیدی بیرون بکشیم. برای همین میریم به سراغ ابن مسکوی رازی، ببینیم او کم که مورخ شیعی است داره چی میگه، خیلی با شرح و بسط بیشتری داره صحبت میکنه. هنی چند که البا پور هیثم و عدی پور حاتم و شریح پور اوفی، پور پسر دیگه، و مالک اشتر و هم پایگانشان از ایشان بودند، همان کسانی که به خانه عثمان رفته بودند یا از کار آن کسان خوشنود بودند، گرد شدند. میگه این جماعت مثل عدی بن حاتم طایی، مالک اشتر، البا بن هیثم و دیگران جمع شدن دور هم دیگه. اینا توطئه کنندگان اصلی بودند. پور سودا، منظورش عبدالله بن سبأ، و خالد پور ملجم، این عبدالرحمن ابن ملجم نیست، خالد ابن ملجم. دیدم یه روزی یه فولادوند عزیز اشاره کرده بود، یادشون هم گرامی، که ما عبدالرحمن ابن ملجم مثلا ایرانی بوده، همون بهمن جازویی است که ما البته در گذشته نشان دادیم که این اشتباس. یکی از بحثاشون این بود که ما دیگه ابن ملجم نداریم در تاریخ عرب، در حالی که ما میبینیم اینجا داریم. خالد ابن ملجم یکی از سرکردگان مصریان هست در آمدن به مدینه. اینا در ذیل بنی مراد بودن که حالا بعدا در مورد داستان ابن ملجم عرض خواهیم کرد. به اینان پیوستن، آنگاه در میان رأی زدن.
سخن از رأی اینان و همداستانیشان در آنچه بر آن هم سخن شدند و نیرنگی که در بازداشتن از آشتی زدند. حالا داره توضیح میده که اینا چی کسند. دقت بفرمایید، داستان اینه. شما اگر امروز نگاه بکنید به رفتارهای سپاه در جایی که مثلا جمهوری اسلامی میخواد صلح بکنه با دنیا، دست از شیطنتاش برداره، ولی این کسانی که سعی میکنن این صلح و آشتی رو برهم بزنن همین سپاهیانن. یادتون هست زمانی که در درون اون بحثای تحریم و مسائل مربوط به هسته‌ای بود، وقتی توافقی داشت شکل میگرفت، بلا فاصله سپاه رزمایش برقرار، یه موشک میذاره روش مینویسه مرگ بر اسرائیل، مرگ بر فلان، میفرسته هوا که اون صلح رو برهم بزنه، اون توافق رو برهم بزنه، اون نظام صلح و دوستی رو برهم بزنه. چرا؟ چون منافعش در اینه که در منطقه جنگ و آشوب باشه. سپاه برای اینکه بودجه بگیره باید نشان بده که داعش هست، باید نشان بده که القاعده هست. برای همین خود اینها دامن زننده هستند به افرادی مثل گروه های مختلف القاعده و طالبان و داعش. شما میبینید اخبارهایی هم بیرون میاد از این که سپاه با اونها در ارتباط، سران القاعده مثلا در ایران هن. گروه های مختلفشون ارتباط دارن، فرزندان بن لادن زمانی در ایران بودن، با داعش ارتباط بعید نیست اینها، چون سپاه رژیم با اینا ارتزاق میکنه. اصلا وقتی صلح باشه دیگه سردار فلانی باید بره خونش بشین، جنگی وجود نداره، صلح کردیم دیگه موضوعیت نداره. پس منفعت سپاه در اینه که دائما مردم ایران رو، رژیم رو، گروه های اجتماعی رو بترسونه که اگه ما نباشیم داعش وارد کشور میشه تا به منافع خودشون برسن. در اینجا همین آقای مالک اشتر رو دیدید، میگه آقا این اگه صلح بکنن وضعیت ما وخیم میشه. حالا ادامه میدیم ببینید داستان چقدر جالب. حالا این جمهوری اسلامی هم به این آقای قاسم سلیمانی در میگن مالک اشتر علی، دقیقا این هم هستن، هر دو جنگ افروز، هر دو هم پای منافع شخصی خودشون. حالا این مالک چیکار میکنه؟ مالک اشتر گفت کار طلحه و زبیر را پیش از این دانسته ایم، کار علی را تا امروز نمی دانستیم. رأی کسان درباره ما یکیست. یعنی میگه آقا هم طلحه و زبیر ما رو قاتل عثمان می دونن، از این طرف هم علی داره با اینا صلح می کنه. خب داستان چیه؟ اگر با علی بسازند بر سر خون ماست. یعنی میگه صلح بشه داستان ما تمامه، بیایید بر علی برشوریم تا آشوبی برخیزد. یعنی مالک تازه پیشنهاد میده که بیایم علی رو بکشیم. حالا یه بار خلیفه رو کشتیم، حالا که علی قراره با طلحه و زبیر صلح بکنه و ظاهرا هم ما این وسط وجه المصالحه هستیم، بیایم علی رو بکشیم. سردار مخلص، تا آشوبی برخیزد که از ما به خاموش شدن خوشنود باشن. یعنی درگیر میشن و اینها دیگه دست از سر ما بر میدارن. بازار که شلوغ میشه، اولین نفری که فریاد میزنه دزد رو بگیر خود اون دزده است، که شلوغ بشه داستان، همه بریزن به همین بیتون فرار بکن. عبدالله ابن سودا گفت چه رأی بدی زدی شما ای عثمان کشان کوفه. یعنی خودشون میدونن که دستشون تو کاره. حالا ادامه میده که رایزنی کردند و اینها، و تصمیم بر این میگیرن که ما حرکت بکنیم شبانه به اردوی طلحه و زبیر که اینا بفهمن علی شبیخون زده، یعنی خیانت کرده، چون قرار بر سر این بود که ما تا زمانی که به نتیجه برسیم جنگ نکنیم، شما اون طرف باشید ما این طرف، تا منوی سفرا برن و مذاکره بکنن و افراد رو به صلح دعوت بکنن. مورخ داره میگه دو سوی، یعنی علی در یک طرف، طلحه و زبیر در طرف دیگر،
شبی را در آشتی چنان بگذرانیدند که هیچ شبی چنان شادمان نبودند. میگه آقا صلح شده، چرا که از جنگی که در آستانه آن بودند رسته بودند. لیک آنان که بر عثمان شوریده بودند هیچ شبی را مانند آن شب به بدی سر نکرده بودند. دیگه احساس کردند که دیگه تمام داستان ما، از بس که به نابودی نزدیک بودند. از آن سوی حالا اینها با هم صحبت میکنن که ما شروع بکنیم به حمله به اهل بصره. خب یه کار دیگری هم انجام میدن برای اینکه دو گروه رو به هم به نوعی حمله بکنن و داستان گسترش پیدا کنه. یه نفر هم میذارن کنار خیمه علی که وقتی سر و صدا از اون طرف بلند شد، علی میاد بیرون خیمه بگه که اینا کیان، اون بگه که اینا بصری ها بودن به ما حمله کردن، وگرنه ما به اونا حمله نکردیم. از آن سو علی و کوفیان نیز هیاهو را بشنیدند. پور سودا و مالک اشتر و یارانشان مردی را در نزدیکی علی گمارده بودند و به وی سفارش کرده بودند هرگاه ببینی که علی از آنچه روی داده است پرسش کند، یعنی مثلا بیاد بیرون بگه آقا این هیاهو چیه، داستان چیه که به جنگی داره راه، پیش رو و چنین و چنان بگو، یعنی برو جلو پیش رو و چنین و چنان بگو، بگو اونا به ما حمله کردن، ما نبودیم. علی پرسید چه شده است؟ مرد گفت در کار خیش سرگرم بودیم که گروهی از ایشان به ما شبیخون زدن، یعنی به دروغ، در صفحه جلد اول صفحه 462. بنابراین شما میبینید که در همین فضا مالک اشتر ابتدا تصمیم میگیره علی رو بکشه، اما افراد دیگه میگن که نه ما نیاز نیست که علی رو بکشیم و دوباره متهم بشیم که یه خلیفه دیگر هم کشتیم، بنابراین بهترین کار اینه که بریم به سپاه بصره که همون طلحه و زبیر هستن شبیخون بزنیم و بعد به علی بگیم که اونا شبیخون زدن. دقیقا همین داستانی است که شما در جمهوری اسلامی دارید میبینید. اینها کسانی بودن که از این طرف جنگ رو دوست داشتن، اما جنگ مخالفانی هم داشت. از جمله اون مخالفان یکی از اونها حسن هست، پسر علی، که او مخالفت میکنه با جنگ. ببینیم ابن ابوالحدید چه گفته در این باره. در جلد هفتم صفحه 48. متا فرزندش حسن که به دو به عنوان مشورت گفت که عرصه مدینه را ترک نکند و از حرکت به سوی بصره او را نهی کرد، چندان که انکار او را ناخوش داشت و گفت پیوسته چون کنیزان ناله میکنی. علی به حسن گفته که بابا چرا انقدر گریزاری میکنی؟ چون حسن بهش گفت آقا نرو، کشته میشی یا به هر حال برات خوب نیست این فضا، بمون تو مدینه. علی با حسن مخالفت میکنه، میگه بابا انقدر گریه نکن مثل کنیزا. و ابن هلال صاحب کتاب الغارات روایت کرده که او با پدرش، یعنی حسن و علی، درباره کارزار اهل بصره سخنی گفت که او را به خشم آورد. پس به سوی او تیغ آهنی افکند که ساقش صدمه دید. یعنی علی از حرف حسن ناراحت شد، یه دون از این شیء آهنی گرفت به طرف حسن پرت کرد، خورد به ساق پای حسن و طی دو ماه از آن بهبود یافت. یعنی دو ماه طول کشید که حسن حالش خوب بشه. بنابراین یکی از مخالفان علی پسر اوست. از جنگ جمل یک میخوام بسترش رو تشریح بکنیم. مدافعانش اون قاتلین عثمان بودن که این جنگ رو دامن زدن، بعدها هم خب دیدیم در قضیه صفین این مسئله رخ داد. و میخوام عرض کنم حکومتی که بر روی نیروهای نظامی داره بنا میشه همیشه در حالت جنگ افروزی خواهد. یعنی اگر حتی حاکمش هم بخواد بیاد صلح بکنه، چون منفعت این نیروهای نظامی در جنگ افروزی است، در نتیجه همیشه سیاست‌های صلح‌آمیز حاکم رو تحت فشار قرار خواهند داد. یعنی کسانی که میخوان ریشه حکومت علی رو بشناسن که چگونه ظرف 4 سال و حدود 10 ماه به انحطاط کشید، باید نگاه به سیاست‌های مالک اشتر بکنن
باید نگاه به سیاست های جنگ افروزان بکنن که اجازه نمیدادن در درون سیاست حالا فکری علی آرامشی وجود داشته باشه. بعدها هم ما در درون کوفه این مسئله رو میبینیم، جایی که در برابر مخالفانشون قرار میگیرن. یکی دیگر از این مخالفانی که در واقع در برابر علی میسته ابو موساست، ابو موسای اشعری، که با توجه به اینکه وقت برنامه‌مون هم در حال اتمامه فقط یک کلیاتی رو عرض بکنم بعد در موردش سخن خواهم گفت، چون اینا همه مهمن برای فهم آینده مسئله. ابو موسی هم جزء جهادگران بود، از یمن آمده بود، صحابی هم بود، در نزد اهل کوفه به عنوان فرمانده جنگ شناخته میشد. در ایران جنایت‌های عجیبی کرده بود ابو موسی اشعری و خیلی از اسرای ایرانی رو گردن زد، قلعه هایی که گرفت، زنان و گروه های مختلفی رو به کنیزی گرفته بود و اینها جای پای ایجاد کرده بود در میان مردم کوفه. جالب اینه که ابو موسی اشعری به سفارش مالک اشتر در کوفه حاکم میمونه، یعنی پادرمیانی میکنه، وساطت میکنه که مردم کوفه ابو موسی رو دوست دارن، شما به ابو موسی بها بده که ابو موسی در درون شهر کوفه والی باشه. زمانی که علی داره حرکت میکنه به طرف بصره، نامه مینویسه که شما مردم کوفه هم توسط سربازان خودتون بیاید. مردم کوفه برای کسب تکلیف به ابو موسی میگفتن چه بکنی؟ ابو موسی اونا رو نهی کرد، گفت این یه فتنه است، بنابراین در جای خودتون بمونید، وارد این فضا نشید. بعد علی یک نامه توهین‌آمیزی به ابو موسی مینویسه که من در نوبت بعد این رو خواهم خواند و ابو موسی رو بر میداره و داستان ادامه پیدا میکنه که ما این مخالفان رو خواهیم گفت. سپس به مسائل مشکلات عقیدتی این داستان که ریشه ایجاد خوارج میشه و بعد از اون هم دیگه حکومت علی بعد از جنگ جمل وارد فضای رعب و وحشت در درون کوفه میشه که داستانهای نوبت آینده ایمست. سپاسگزارم از تلویزیون پارس و جناب شهرتی عزیز. تا برنامه دیگر، بدرود. هیچ کدام از اینها به واسطه اون باورهایی که در ذهن ما هست نمیتواند، بنابراین ضرورت بازشناسی باورها بسیار مهمه. همانطور که عرض کردم، اندیشمندان مختلف در